خب داشتی میگفت نره میزن الان میکشم. نه بابا خوش باله، خوش باله تو منجو رفتی پشم اوشوم. نه برو تیر بزن، تیر بزن، تیر بزن. خب حالا این هفته که گذشت، حالا هفته دیگه اگه خواستی بری یه زنگ به من بزن، منم بیام. تو برو جلو من، انقدر پشم اوشوم دوست دارم. باشه باشه، خیلی ممنون، فعلا خداحافظ. خدا بزن بزن. شما دارید چیکار میکنید اونجا؟ به تو چه مربوطه؟ تو فضولی، تو قراره تو بذار فوشم قشنگ برین اونجا چلو کباب بخورین. فضولی نکن. برو. اصلا به چه اجازه شما به تلفن‌های من گوش میکنید؟ کار خصوصیه. آره بابا، آره مثلا چه حرفایی میزنه؟ کی حوصله داره به حرفای تو گوش بده؟ آره معلومه، میبینم دارید ماشاءالله خیلی کار میکنید، به حرفای من حوصله ندارید گوش بدید. بله داریم کار میکنیم. بله. بچی فکر کردی کاره؟ آره این کاره، با بازی با کامپیوتر کار. بازی میکنیم، داریم کار میکنیم. بله. گیر داد حالا. بله بذار آقای جابری بیاد، یا قول بدید منم باهاتون بازی کنم، یا اینکه اگه آقای جابری بیاد میگم که شما دارید مرتب با کامپیوتر بازی میکنید. بله آقا من اصلا حال نمی کنم یه حرف بزنم. حرف نزن آقا جون. جدیه؟ حرف نزن. یه کاری بکن. حرف نزن بابا جون. آقا همه کدر. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام آقای دادی. تو نمی تمیرگی؟ بله؟ بچه بچه سادی خب بشینی دیگه. بشینی. بشین دیگه. چشم. تو چرا نمیشینی؟ جا نیست یکم اگه میشه بریم. خب میمردی این از اول بگی. بفرمایید. بفرمایید. بله. چه خبر؟ سلامتی آقای دادی. و سلامتی تو چه به درد من میخوره؟ چه خبر؟ بله. تلفنی، زنگی؟ نه تلفن و اینا هم هر کی خواسته بزنه، به هر حال تا الان پشت خط بوده نتونسته تماس بگیره. چیزه خوشون قشنگ صحبت. آقای دادی شما که تشریف نداشتید، اینا از تو اومدن با این کامپیوتر هی بازی میکنن، هی اینجوری میکنن، هی اینجوری میکنن با هم دیگه، همین اینا. بله زهرمار گندسابیل. اصلا کی به تو گفته که تو منشول با چغلی بکنی؟ من از چغلی و خبرکشی بعد من میایم. زهرمار اینا منتظرن که یه خبری بشه، زرت و زرت بخندن. هرت 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 میخوایم یک کنه بفرستم به ماموریت. حواستون باشه یک ماموریت کاری در پیش هستن. یعنی مسافرت؟ مسافرت باید بره. کجا؟ جناب جابری عرض کنم هر جا که باشه من میرم، چون هدف خدمته تو این منچول با. شما بگو برو زهرمار، شما بگو برو کره مریخ، شما برو بگو از این پشتبون بیار، چون هدف خدمته به منچول باز. هر جا که باشه پیاده میرم تا اونجا. من تا اونجایی که شما میگی من پیاده میرم. آفرین باریکالله. اینو میگن کارمند و نمونه. یاد بگیری نمونه. بله یه چرا کار نمیکنه. حالا واقعا این آقای اردل میخواد بره ماموریت، بره مسافرت؟ بله اولا به شما چه ربطی داره؟ بله. در ثانی بله میخواد بره. اصلا کجا میخواد بره آقای دادی؟ کجا؟ ماموریت باید بره کویر لوت. شوخی با مزه ای بود دادی. من اینجا مگه با تو شوخی دارم؟ من مگه اینجا با تو شوخی دارم؟ بله ماموریت باید بره کویر لوت، اونجا یک مقدار زمین بخری، میخوام اونجا برج بسازم. زهرمار لووندک معذرت میخوام، وسط کویر برج بسازین؟ بله من باید برم کویر لوت. شما باید بره کویر لوت، شما که الان عقل شما که نمیرسه، 80 سال بعد برو ببین کویر لوت چی شده. بله بله به کارتون برسین الان. این چرا کار نمیکنه؟ یه لحظه این الان لفتو که بزنی. اگر گم شو اینم لفتو بزن، لفتو بزن. دهنه تو الان اصاب ندارم. آم آن خوش بید بگذره. ببند گفتم. منیجه بله اردن با
بابا اون پیرن چارخونه هم کجاست؟ هم آبی کرمه چارخونه درشته کجاست؟ الان تنه تردر آمهی میگم نیست اردر بله. میشه نری نرو بابا ویل کن برای چی نرم بخوام اگه دست خودم به نظر تو میشه نرم بله نمیشه نرم خودتو بزن به مریضی نرو نمیشه به مریضی بزنم خودمو نرم اردر من یه خواب وحشتناکی دیدم دیشب خب تو هر شب خواب وحشتناک میبینی من اگه بخوام به خوابای تو اکتفا کنم که باید میشنم خونه صبح تا شب نه اردر این دفعه خوابم فرق میکنه زبونم لال بشه الهی من خواب دیدم تو مردی مردم؟ آره من خواب دیدم که اینجوری تو جاده داری میری بعد اینجوری تریلی رد میشه از رود بعد میمیری بعد من تو جاده پیاده بودم پیاده میرفتم اردر کی تو جاده پیاده میره نه خیلی سوار اتوبوس بودی بعد تریلی یهو رد شد از رود خیلی رمانتیک آخه من وقتی تو اتوبوس باشم چجوری تریلی رو من رد میشه من تو اتوبوسم میشه اردر همین که میشه. من میگم آره. آره بیا این چیه دارم میرم کویر نه این خوبه برای اینکه سردت میشه توی کویر کویر بعد... سرده آره 50 درجه بالای صفر اونجایی که من میرم نه اردر ببین شباش سرده سنگو میترکن از سرما کی گفته شباش سرده سنگو میترکن از سرما موجی گفت موجی خانم فرموده بله سلام علیکم بیا تو موجی جان بفرمایی اومدن نماز اومدن سلام علیکم احوال شما خوب هستین خوش میگذره چه خبر اردی خان چه آخه اردی خان ما دیدیم شما عازم سفر هستین و دارین میرین گفتیم بیایم یه خداحافظی در ضمن اردی خان من شنیدم که واو این شبای کویر بی نظیر زیباست یادتون باشه منیجه خانم حتما اردی با خودش یه دوتا گالون آب ببره چون اونجا اصلا آب نیست اصلا خیلی بذاری من یه چیزی بگم آقای بامشد ممنون البته ولی خب اردر فقط آب پرتقال میخوره بله خب بیچاره دیگه میدونید هدف معمول چیزه دیگه هدف خدمته یعنی اگه دلیلش میگو بره کریما کره ما هم میرم خیلی آدم وظیفه شناسی من از سفر برگردم میدونم با تو چی کار کنم صبر کن عربی خانه آز میخوام چیزی شما به بام شد گفتید احیانا نه بیچاره داشت میگفتش که سوغاتی چیزی میخواست آخه بام شد تو کبیر سوغات جنگ و کلوخ هستش توی کاسه بلوری بریزیم بذاریم گوشه خونه سنگ و کلوخ کبیر خب حالا آره اتفاقا میگن اونجا واقعا اینو برای میگم حواست باشه یه پشه هایی داره اندازه روتیل بعد نیش میزنه وای بعد یه سری لاشکار اونجا پرواز میکنه که آدم ها زنده میخورن بام شاد من میگم که بهتر ما سریعتر بریم خونه چون اردی خان عازم سفر هستن و باید استراحت کنم مسافرت سخت و طاقت فرسایی در پیش دارم بریم بریم خوش من هیچ کاری نداری تو نه. باشه بهتون خوش بگذره اردی خان بام میدونم با تو چی بگذره بریم خوش بگذره خوش بگذره ببخشید من هیچ کاری اردل اردل نرو برای چی گریه میکنی؟ اردل از این بریدی به نگم من اینجا معذرت میخوام اینو میگم تو وقتی گریه میکنی صدات خیلی بد میشه بعد من اصلا نمیفهمم چی میگی چرا گریه میکنی؟ چیز من میگم که خب اگه تو بری بعد یه بلای سرت بیاد من نگران میشم آها نه آها. هیچ بلای سر من نمیاد گریه نکن خداحافظ اردا بله بله میگم که یه وقت با سواری نری یا با اتوبوس برو با اتوبوس خب سواری خیلی خطرناکه با اتوبوس میرم خداحافظ اردا میگم زنگ بزنی تو رسید گل زنگ بزنی زنگ میزنم تا رسیدم زنگ میزنم خدا من میمیرم اردن خیلی اگه یه بلایی به سر تو بیاد من میمیرم دیره من باید برم خدا حالا چرا عجله میکنی خب بابا خلی. الان این مجده و بامشاد دوباره میان مسخرمون میکنن من باید برم خدا. سلام صبح زیبای بهاری شما به خیر و خوبی سلام و خوشی سلام موجی جون میگم که اتفاق افتاده صبح به این زودی اومدیم بیرون دیگه چه اتفاقی مهمتر از این که عجل کن داره میره مأموریت ما اومدیم اردی خانو بدرقه کنیم خیلی ممنون بله بله واقعا من
به اردی خان قبطه میکنم که ایشون با زانتیاد ماموریت میخوان برن واقعا. ای کاش نمیتونه. نه آقای مارشد ببین عدل که با زانتیا نمیره که چون ممکنه تو رو خوابش بگیره و خدا نکرده بعد یه اتفاق بعدی بیفته واسه همین با اتوبوس میره. بله بله واقعا در راه چیز میخواستم. اگه اجازه بدید. اردی خان من میگم شما که داری میری سفر معنی زن با خودتون میبردید بی بدبخت بیچاره اینجا نگرانه هی. بعد تازه با هم میرفتید بهتون خوش میگذشت. آخه ماجی جون میدونی عدل که برای تفریح نمیره که برای خدمت داره میره به منچوبا. بله بله واقعا چه چیزی زیباتر از خدمت به منچوبا. واقعا آفرین. ببخشید خانم ها یه لحظه میشه روتون رو اونور کنی؟ نه متاسفانه نمیشه. من با اجازه. مواظب باش اردن اده زنگ بزنی به من. منیز میگم ما میخواییم بریم پیاده روی اگه دوست داری تا هم بیا ماما بریم. من اصلا وقت این کار رو ندارم. آخه عجبه ناراحت میشه زود. میدونی چه منیز از بچگیش هم حسود بوده باقی. الان هم داره از حسودی چشاش میتره که را بیافریم آم شاد. کجا؟ پیاده روی؟ پیاده روی؟ مگه شما توی خونه به من قول ندادی که بیایم بیرون اردی خواه اینا رو ببینیم اینا رو بهشون بگیم بعد بریم پیاده روی؟ نه اینو جلو منیجه خانم گفتم که فکر کنه ما با هم خیلی تفاهم داریم. باشد البته خب بله میدونی واقعا قدم زدن در این هوای مطبوع لذتی داره. بسیار بریم. بابا منیج حالا اینقدر علکی گریه نکن. دیر که نشده میرسه زنگ میزنه اردی خان. چی دیر نشده ماشی جان؟ من خودم محاسبه کردم. خب بعد اگر که حتی برای نهار دستشوی همه اینا توقف میگرد نیم ساعت پیش باید رسته بود کمی برام باید به من زنگ زده میبود. ای بابا رو حرفای عدکی نباید حساب کرد. حقیقا که تالا حرف درست داده که به شروعش حساب کردم یه چیز گفته. آقای بامشاد همیشه اردن قولایی که به من داده روش وفادار. ببین معنیت اینا رو بیخیال شاخه. ببین دو تا چهار تا اردی خانه بدبخت بیچاره از کجا وسط کبیر تلفن بیاره به جنابالی زنگ بزنه بگی رسیدم. آره نه نه ببین ایار خود منو در نظر بگیر. واقعا اگر من بودم از زیر سنگم که شدی یک تلفن گیر می آوردم و زنگ می زدم. این کوتاهی کردی اردن. منیز نگران نباش. باش من به دلم بد افتاده الان اردل دور از جونم زمانم لان تصادف کرده. بابا منیز اینقدر بد به دل خودت را نده. بامشاد تو بگو اصلا. ببین امترین نوع سفر سفر با اتوبوسه. این راننده های اتوبوس اینقدر این مسیر را رفتن و برگشتن که دیگه جاده رو حفظن چشم بستن میتونن رانندگی کنن. غیر اینه بامشاد؟ آره. نه اصلا اینجوری نیست. نه من یادی درفت پسر خودمون چجوری؟ با اتوبوس داشت میره با یه پیراهن تصادف کرد پرد شد اصلا مرد جا به جا. بام شد البته نمرد شایه کرده بودن چون اون اتوبوس رفت به زاهدان رسید زاهدان. آخه دیگه بعدش هیچی نشد. نه چرا تو برگشت به تهران مرد؟ نه مرد تو برگشت به تهران. اتوبوس خودش چپ کرد افتاد ته دره ولی پسر خاله تو رسید تهران. نه واقعا راست میگی رسید تهران ولی رفت تو دفتر کارش سختی کرد مرد. بام شد این حالش بده را به را قش میکنه. آه سختی نکرد. ببین همونجا یه اتوبوس دیگه بهش دادن. ببین من جلو منیج نگفتم از اون برگشتی که اتوبوس افتاد تو دره اتوبوسه که افتاد تو دره اینا اونطوری میشه. این از اون سری یک بکرانده بعدی تو ذهنش مونده بود با اتوبوسی که به چالوس میرفت افتادن تو دره. همون دیگه تو چالوس افتادن تو دره ولی باز زنده بود. اون سری زنده موند اومد بالا ولی یه اتوبوس زد مرد. پشندی آقا پشندی خودم بود پش بله پ پ مثل پلنگ. قشنگی چی آقا؟ مثل پیردوست مثلا پل رودخانه کوای نمیدونم پیر مرد و دریا خوندین؟ برو بابا فامیلیه من جونم در اومد فامیلی اینو بگم آخه. ولی چی گفت؟ هیچی بابا نمیگم اصلا تصادفی گزارش نشده که. یا
دیگه کجا زنگ نزدیم با هم شد؟ من نمیدونم، من نمیدونم دیگه جایی نمونده. بیمارستان ها، تیمارستان ها، هتل ها، مراکز این حوادث غیر مترقبه، اتوبوسرانی، کشتیرانی، همه جا زنگ زدیم. چیزی وزارت پست و تلگراف. بام شاد، وزارت پست و تلگراف برای چی؟ خواخه اون میدونی اونجا احتمالا خبر دارن دیگه. واسه چی باید خبر داشته باشن آخه بام شاد؟ خب اونا آشنا دارن همه جا. بعد میدونی اصلا من لال میشه به من چی؟ اتفاقا بام شاد این بهترین کاریه که میتونی بکنی. اردن زنگ من نیست بابا، اینقدر خودتو ناراحت نکن. من بارها گفتم این مردا همشون سر و ته یه کرباسن. من به تو قول میدم الان توی یه هتلی جایی رو تخت خوابیده داره استراحت میکنه دیگه. نه اردل زنگ میزنه به من، میدونم. ما که دیگه همه جا زنگ زدیم، شما به ایشون بگیم. بله من همه جا زنگ زدیم. ما همه جا زنگ زدیم؟ نه وای پزشک قانونی. پزشک با هم شد میشه تا روز کنی حرف نزنی؟ قش کرد منیت منیت پاشا منیت تلفن بیا بیا. الو بله بله منزل آقای پشندی جو بفرمایید. به پزشک قانونی باب منیت. ای من اینو چه کارش کنم؟ منیت تلفن جواب بده. بلش منیت میگه چی؟ الو الو بله بله منزه من خانومشونم. نه بابا من برادرشونم، خانومشون قش کردم. منیت هیچی نشده. منیت کی بود؟ چیه چی شد آقای کوروش؟ چی گفتن؟ کوروش کی بود؟ پزشک قانونی. خیلی میدونم چی گفت. اردل تصادف کرد تو جاده له و لورده شد. مطمئنی که خودشی؟ آره گفت کیفش رو پیدا کرد. یعنی اردل مرد؟ آره دیگه بالاخره مرد حق دیگه، بعد میمرد دیگه، همه میمیریم. ای رونا رونا رونا، اردالم رفتی مینه جرده ور نگش باشی جو. اردال رفتی ده مینه جرده ماشین یاد سرد اینجور رد شده. خدا من مهلوه اردال جو. رونا 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 ندیدی اردالم رفتی مینه جرده ور نگش. ماشین یاد سرد شاشا تریلی. من باز هم غم از دست دادن اردل رو به همه تسلیت می‌دم. خیلی ممنون. گوش کنه ببینیم چی میگم. تو چرا مشکی نپوشیدی؟ من مشکی ترین لباسم همین بود. گوش کنه ببینیم چی میگم. میخوام برای فردا همه چیز آماده باشه. میخوام براش مراسم آبرومندی بگیرم. ای مراسمت قربان، ای مراسمت قربان. خواهد میرن اداره پول برمیدارن، صندوق میاره که چیز کنیم برای مراسم پول داشته باشید. دشمنه دارن سلام. کدوم گور بودی یک ساعتا؟ رفته بودم، میدونی از پزشک قانونی زنگ زدن، بعد گفتن که جنازه اردل رو آوردن پزشک قانونی، یکی باید بیاد تحویل بگیره. برو تحویل بگی. چی؟ چیکار کنم؟ مگه نمیگی از پزشک قانونی زنگ زدن؟ برو نشوش و تحویل بگی بردا بیار. چی؟ من؟ نه پس من. برو دیگه. آخ آخ جنازی اصلا من اردل میدونم. جنازه که ترس نداره تا پا بگو شو. من باید برم کار دارم. برو دیگه. باشه چای میرم. خب برو دیگه. جنازه سخی آقای میری یا نه؟ بله. چه خبره؟ چه خبره؟
خنگ شدی یا بابا اردیخان شوهر خواهرم؟ آره تصادف کرده. آره ببین میگم پاشین با بچه ها بیان اینجا دوره هم باشین. آره بابا بیتارو پاشو. ای میگم موجی گوشی یه دقیقه ها. با کی داری حرف میزنی؟ سپیده دخترم به بام شاد. چیزه دعوتش نکن، میدونی یه خورده خودشو میگیره، بهتر نیاد. آره یه نموره اینجوری هست. سپید ببین چیزه، ما برنامه‌مون عوض شد، حالا یه بار دیگه با هم قرار میذاریم، میگم شما هم بیاین. باشه نیروانا رو ببوس، قربونتو برم، خدافظ. میگم نیروانا کیه موجی؟ دخترش اینقدر گوگولیه با مزه. آخه منیت بل. میگم دیگه به کی باید زنگ بزنیم؟ منیت اول بگو به کی زنگ بزنیم بعد گریه کن. باشه میگم که میخوای به این خانومینام زنگ بزن که بیا. نه اسی خانومینا؟ آره هیچ بوه. چشم دیدنشون نه، ولی چون تو میخوای صاحب عزایی باشه. چند بود؟ آها آی جابر، اون سفارشی که داده بودی انجام شد، تمام خریدار رو کردیم. بازم اگه امری داشتی ما در خدمتتون بودیم. دست شما درد نکنه هوای اسی. نه دیگه امر دیگه نیست، شما باید سراحت. چیا؟ آقای جابری کاش که من مرده بودم امروز رو نمیدیدم، این روز رو نمیدیدم آقای جابری. باشه خوب باشه ولکو که کشتی منه، ولکو کرمی خب پرچندی منه ولکو. آقای جابری ما رو تو قهوه خانه شریک بدون. باشه شریک میدونم ولکو ولکو. آقای اسی شما بذار من صحبت خودم را بکنم، برو ساعد بردار بیار. باشه تو غم منم شریک باش، برو. باشه چشم. آقا ساعد کربی کجا میره؟ گنده سبیل بیا اینجا باشا. سلام آقای دهدین، ببخشید با من کار داشتید؟ نه میخواستم روی ماه تو رو ببیسم. خیلی ممنون. من کار داشتم دیگه با تو. بله بفرم. میری من جلبا؟ بله. در کشوی من رو با میکنی؟ بله. پول هستم، هر میداری میاری اینجا مثل بچه آدم. بله. بشمار سه برگشتی. چقدر بیارم آقای دهدی؟ با حالا بردار بیاد بشمارم خود من. هرچی هستا بردار بیاد. بشمار یک. چشم. یک. دو. گم شد دیگه. بایستاده بشمارم. یک موش به کلا دونم اینجا سر و کار داره. سلام علیکم. بالاخره شما اومدید آقا، یه ساعت اینجا ما رو معطل کردید. من آخه میدونید راستش من یه تو خانواده اصلا از شما پر دل و جرأت کسی نبود شما اومدید؟ چرا خود من هستم. ببینید نه که من بترسم، ولی چون اون موقع که عدلم زنده بود من اصلا نمیترسیدم، چه برسی به حالا مردش. خب بس زودتر بیا جنازه رو شناسایی کنیم که بریم کار زندگیمون برسیم. جنازی؟ این عکس رو ببینید، دیدید اینا؟ این منم، ببینید اینجا، اینم عدله، البته مال قدیمه، الان خیلی زشتر و کریه و پوزش دراستره. اینم ددیه، اینم عیالمه، اینم این سماور گوری و قندونه اونه چیز نه. اینجا شیرازه، اینقدر قشنگه. شیراز رفتید؟ آقا ما رو مسخره کردید شما. نه من فقط میخواستم شما از روی این عکس تشخیص بدید، ببینید به جنازه میخوره که من برم. نه آقا برای ما مسئولیت داره. شما عصبانی نشید. بفرمایید. اینجاست؟ بله. نگاه کنم. بله بفهم. خودشی بله. یعنی شما به این صورت اونو شناسایی کردی جنازه رو؟ بله خودشی. یه بار دیگه هم نگاه کنیم. بسی برم. نخه اصلا امروز تعطیل آقا. نخه نیستم دوست عزیز، اصلا امروز منچول با تعطیله. میپرسی چرا؟ میخوای بدونی چرا؟ الان بهتون میگم چرا. به علت فوت ناگهانی دوستی خوب، همسری دلسوز و فداکار،
پدری نه نه پدر نبودن، بالاخره آقای اردل پشندی فوت کردن، به این دلیل امروز اداره تعطیل. خود رفتگان شما را هم بیامرزه. بله همین امروز خط بشونه، تشریف بیاری. بله خواهش میکنم. بله آخه چقدر من بهت گفتم بیا مثل بچه آدم برگردیم قزوین، همونجا کار بکنیم. کارمون خوب بود، کاراگاه بودیم، قبول نکردیم. چه کارهایی با هم دیگه کردیم، الان نگاه کن رفتیم، دیگه بینمون نیستیم. آخه وانمود کن منو نمیشناسی و لبخند بزن، خوشحال باش. قربان ترمینال این نزدیکی هست، بیا دو تا بلیت بگیریم برگردیم رسمی. منچول با بفرمی. سلام آقای جابری. بله قبرستون؟ نه من تو ادارم قربان. چشم الان میام، چشم الان میام خدمت. خواهش میکنم. خدا رفتگان شما را رحمت کنه. بعد منزل خودمونه. ها؟ خواهش میکنم. بعد خدا پررو مریض میگه خواهر زادم خونه تنها، اونم وردارم با خودم بیارم. واقعا چقدر پررو ان موجی. مجده بده تلفن من زنگ بزنه ببینم این سایت کادو گوره رفته تا حالا. متاسفم ددی، ببخشید. مگه شما نمیدی ما درگیر اینیم که همینطور مهمون دعوت کنیم برای مراسم عرضی خان؟ نکو بابا تلفن اینقدرش کال نکو، خب بلکه یک زنگ بزنه کار واجبه داشته باشم. ددی از این واجبتر دارم مهمون دعوت میکنم میان ختم عرضی خان دیگه، مرده دیگه. به کی زنگ بزنم دیگه؟ مرجان خوبه؟ بزن آقا دیگه، همه چی استاده دیگه. نه چی رو استاده؟ او ساعت که معلوم نیست که دو گوری رفته یک ساعت که بر من پول برداره بیارنده داره. این عوضه که تلفن ویلکون نیست. چرا ارساجوشو پول میخوریم شما؟ پول لازم داریم، من تو مغازه پول دارم برای مرد تو پول بیارم. بیاریم خورم آی اشکال نداره معنیش. آره خونه خودم. آره ویلکو تلفن بزن من یک زنگ بزنم. دادی این زن پسرخاله زن داداش بامشاده. آره جان دادی. آره بیا باش خدافز. اینم میاد منت. دست در نکن دیگه. بکسی زنگ بزنم پس دو همه رو بگیر نازی بنا. سایه 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 چیه؟ پاشو بینم چیه؟ چرا حالت خوب نیست؟ بریم رو سایه. ساید بقیه کجان؟ چرا تعطیله؟ پاشو ساید منو نگاه کن، منو نگاه کن. اردلم چیه؟ دی بابا این خونه ما هم که اشغال همش که دو روز من نبودم. اما الو ساید، ساید پاشو ببین چی میگم، پاشو ببینم چیه آخه چیه؟ چرا همچی میکن ساید؟ اردلم پاشو منو ببین، منو نگاه کن، پاشو اصلا بمیر و بتره کم اینجا. اردل واقعا دلم تنگ شده برای موقع که میومدی شیر کاکاو میگرفتی مجانی میخورد. درسته که آدم پس فطرتی بودی تو، ولی خدا بیامرزد. سلام کوروش، یه شیر کاکاو بده بخوریم. ما چی کار داری با من؟ بله؟ برو! برو جلو نیا. چرا چی میکنی؟ برو! چرا اینجوری میکنی؟ برو! چرا اینجوری میکنی؟ برو! چیه؟ برو چی کار داری با من؟ چرا داد میزنی بابات کو؟ بابا ما چی کار داری؟ بابات بابا ما چی کار داری؟ اومدی با خودت ببریش حتما؟ آره؟ بله؟ برو! برو! نه! چرا تو پرت؟ فردا بیام بابام ببر. من میخوام زن بگیرم.
من کار دارم. بابام عمرشو کرده. فرده بیا ببرش. چرا مزخرف میگی؟ یه شیر کاکا برو خستم. من درسته به تو بدی کردم ولی منو ببخش. چرا همچی میکنی؟ با این شوخی مزخرف ها باز ران انداز. من حوصله رو خستم. گشتم یه شیر کاکا بده با. تو یه روح سرگردونی. روح سرگردونم؟ نه جلو. بله؟ جلو نه. جلو نه. چرا همچی میکنی؟ روح سرگردون کیه؟ یه چیر کاکاو بده گشنمه. مگه تو نمردی؟ بله؟ مگه نمردی شما؟ من نمردم. برای چی؟ پس این جنازه‌ای که رفته بامشاد پزشکخانه تحویل بگیره مال کیه؟ بامشاد زنده منو تحویل نمیگیره، جنازه منو تحویل بگیره. چرت و پرت پر چی میگی؟ بابا من رفتم ترمینال برکیفمو زدن تو راه. برگشتم مجبور شدم برگردم بیام. همه که فکر میکنن مردی برات مراسم گرفتن تو خونه خبر مرگت. جنازه چی یه بار دیگه بگو. یه جنازه پیدا شده تو پزشک قانونی. بله بله. یه کیف همراهش بوده، تلفن زدن گفتن جنازه اردل بیاین ببریم، وامشاد رفته تحویل بگیره. خب شاید جنازه دزده است دیگه، کیف منو زده بعد جنازه دزده است لابد دیگه. اردل بوده تو خونه مراسم گرفتن برای تو. بله. منیجر خانم داره خودشو میکشه اینقدر گریه کرد. خب بریم بابا جان. بابا برو. برو. سلام اسیون چطوری؟ خوبی؟ چه خوبی با این مصیبتی که پیش اومده. خوبی هم با سادم میمونه. رفتیم خود خورما و شمع مشکی و چیه گلاب و اینا خریدیم برای حلوای آقای اردل. خدا بیامون اردل. حالا شمع اگه ساده و کرم من بود دورش میشه رو با میشه کورش رو 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 رو. چرا همچی کرد؟ خب اینا همه فکر میکنن مردی دیگه، سکته کرد. چیکار کنیم حالا؟ نه کجا بریم باز؟ تو که تو راه رو واسه من باید همه چی رو توضیح بدم، اینجوری که نمیشه. بابا راه رو برای چی؟ میمیرن، فکر میکنم مردی. بذار من برم بگم چی شده بعد بیا تو. باز گوش کن. نه باز بهت دارم خودشونو میکشن. واسه همین بهت گفتم دیگه، باید من میرم تو آمادهشو میکنم تو بیا تو. چی درد تو خونمه بابا. بابا الان میره تو یه جنازه رو میبینن همه قش میکنن. جنازه چی؟ درست صحبت کن، جنازه خودتی. اصلا به من ربطی نداره. خیلی خب حالا قهر نکن. معذرت خواهی پررو نشو. شما معذرت بخوا دیگه پررو میشی. من میرم. نه خیلی خب. خب ببین من میرم تو. صدای من که یاور شد تو استاد میشی به داخل. خیلی خب پررو. ببین چیزی نشده که هنوز. تو تازه 26 سالته، اتفاقی نیفتاده. جوونی ها. من همینجور سنم میبره، برای خود بالا 25 سالمه. من منظورم اینه که معنی عزیزم این اتفاقات پیش میاد، اصلا نگران و ناراحت نباش. راست میگه بابا، ناراحت نباش. حالا دیگه اتفاقی که آره. افتاده حالا اونم همچین آدم باشویری که نبود. چرا اقا قصه میخوری بابا؟ ددی کفت دادی، مگه دارم دروغ میگم؟ نه من میدونم شما درست میگید، ولی خب آخر الان وضعیتمون همچینی. منید نخالو نکن با خود. چی شد بچه پولو آوردی؟ بله. پولو برداشت آوردی؟ پولو بله. نه یعنی خب دیگه لازم نیست که. چی شده لازم نیست؟ تو باید تشخیص بده که لازم است یا نیست. داماد منه باید مراسمش با شکوه برگزار بشه. نه میدونم، اینو که من میدونم. نه یعنی ددی اجازه بدیم بابا. ددی و زخوندن. من ددی تو هم به من میگه ددی. نه من تو یه مسئله ایه. شما حالا دیدین که مثلا یه آدم میمیره بعد زنده میشه؟ آره من دیدم. مزخرف چرا میگه؟ پول میگم آوردی؟ تو کجا دیدی موجی اینو؟ تو فیلم ها، از این فیلم ها هست که دراکولا و خونه شام داره. آه. هی میمیرن بعدش پشپندش دوباره زنده میشه. چه رومانتیک. نه 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 منظورم فیلم نیست. نه بگه حالا مثلا ما فکر کنیم که در باز بشه. اردل بیا تو. شما چی کار میکنی؟ من همجور میمیرم. میمیری؟ من هم سکته میکنم. ولی نه بابا نترس، اگه بیاد تو من خودم با چاقو میزنم. نترسی بابا. آقای کوروش من اصلا منظور شما رو درست حسابی درک نمیکنم. ها الان یه جور دیگه میگم، اجازه بدین. شما منیجر خانم، شما خیلی اردل رو دوست داشتی؟
یه حرفایی میزنی شما، اون رومانتیک ترین شوهر دنیا بود. به نظر من اردل شریف ترین و صادق ترین آدم روی کره زمین بود. من همیشه به وجودش افتخار میکردم. من مطمئنم تو آخرین لحظه مثل یک قهرمان با مرگ دست و پنجه نرم کرده. حالا درسته که دلش خیلی شیشه ای و نازک و پروانه ای بود، اما خودش در واقع مثل یک شیر در برابر مشکلات. جسد جنازیه مرده. چی؟ درست حرف زمین چی میگی بابا؟ من رفتم سردخونه. دیدم که خیلی ترسناک بود. یه جنازه افتاده بود. سیبیل داشت. چشکوله بود. اردل نبود. اردل. خیلی ترسناک بود. اردل. 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 خیلی خوب حالا. چرا با ما این کار کردی؟ این چه بلایی بود سر ما آوردی؟ شلوغ نکن خیلی خوب، من حالم خوبه، هیچی نیست. بیچاره عیالت داره دق میکنه. آره بزن بگم من اینجا خانم. ساکت اردل. ساکت الان نباید بگی. نه خوبم من اینجا خانم. بابا الان نیست. الان نباید برم. الان اینو متوجه شما نشدی؟ این مرده بودش آوردمش. چه عجله؟ سلام علیکم. جسد لونه. یاور من این قرار نشد شما تو راه رواسی من صداتون بکنم. داشتم قانعشون میکردم. نزاش بابا قش مزمن استاده. اخی تعجب کردم خواستم. خیلی خب حالا من کجا؟ اداره چی؟ چرا همه نیستن؟ پس بقیه کجان؟ ها؟ روح اردل بود. این روح اردل بود. نه، نباید الان قش کنم. روح کمک. روح کمک. این چه طرز وارد شدنم؟ تو آدم نمیشی؟ این مدرس ما یک دفعه آمد تو از زهره که همه ما آب شد یک دفعه. خب من معذرت میخوام الان. خب مهم اینه که من دیگه زندم. خب زنن نباید صد سال سیاه هممونو کشتی. معذرت دیگه این که زنده است و همه چی تموم شده دیگه بابا. چی همه چی تموم شده دیگه بام شد؟ پس شما تشریف برده بودید پزشکی قانونی، جنازه کیو تشخیص دادید؟ کیا دیدید اونجا؟ دوزی بیچاره حالم از چهرش خیلی داغون شده بود. دوزده بوده؟ بله دوزده بود دیگه. راستی کیف من بد ندادن؟ کیف پول منو کلی پول توش بوده. چرا این نشست؟ ای نامرد، دزده تمام پولا رو برداشته، یه هزاری نذاشته تو این کیف. نه پشتر مرده درستی صرف بزنی دیگه. بر صورت چیزی کن دیگه. این چیه دستت بسی؟ این؟ این ساعت همه. ساعت ما چیه؟ امروز خریده. مبارکه. خیلی ممنونه. وقت پول این ساعت مچی رو که امروز خریدی از کجا آوردی؟ از سوال بسیار به جایی که پرسیدید متشکرم اردی خان. خب دیگه این پولش رو یه مقدار زیادی من پسنداز داشتم. از کجا بام شد؟ پسنداز داشتی؟ از بچگی جمع کرده بودم. آقای ددی رو اردل اومده و تو مچیل با میخواست منو بکشه. من دیگه تو اداره نمیرم. رو دیدم. بله شکم من بله بله به هر صورت فرمودین چند ساعت احیانا؟ پس هشت و ده دهه. آره دیگه چه خبر؟ هیچی. پس انداز داشتی؟ آره بچه یه گله که داشتم که آره بولم آقا بگذیم. نه کجا پره به هم دیگه بلش کنم. بزن
مهتابیه. سلام علیکم. به 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 آقایون زن و بچه دار متعهد به خانواده، سرکار تشریف میبریم. من نمیدونم ما چه گناهی کردیم که هر روز صبح که در میایم بیرون همون سر صبح ناشتا باید قیافه این وزغ رو ببینیم. زولبیا و بامی اصلا ناراحت نباشن، آقا کوروش داره میره رالی کبیر، تا 10 روزم قیافه منحوس منفورتون رو دیگه نمیبینه. آره؟ بله. میخوای بری رالی؟ آره؟ خب ما میایم پاگرده میریم منچولبا، کار و زندگی داریم. ایشونم که میبینی اینجور علاف دراز بی مصرف، این خرجشو یکی دیگه میده. شما با این ماشین لگنتون بهتره که اصلا نیاین، چون میاین اون وقت آخر میشین. آره؟ کارخونه سازنده اتومبیل آب روش میره. همون لگنی که میفرمایین پارسال تو رالی کبیر اول شد. جوجه. آها. خب اون مال پارسال بود. آره. امسال آقا کوروش با همین ماشین میره رو سکو. آره؟ ماشینم خودم میبرم. کی هستن دقیقاً این رالی؟ من ساعت 12 استارت میزنم. تو میتونی با من بیای؟ آره. آره. این با کروش بیرم رالی. یه کاری میکنی میتونی بکنی همین آب باریکه منچول بارم از دست بدیم؟ بفرمایین دیره، بفرمایین. خیلی خوب برو. دیوی اداره کشفیات بود، میرفتیم اونجا انقدر یک دنبال یه سری گروگانگیری ها و دزدی ها و اینجور چیزا میرفتیم. خیلی سخت بود. سخت بود؟ نه سختم نبود، خیلی خوب بود. خوب بود، خوش میگذشت. آره مگس اون وقت همین اردل وقتی که اومد. سلام علیکم. شما دوتا معلومه کجاییم؟ الان رفت سرکار اومدن آخه. به تو چه غاز قلنگ؟ لک لک به تو چه مربوط؟ نافدون گفتیم رفیق شما. حالا. نه خب یه چیزی حالا گفت دیگه. حالا؟ نه همینجوری گفتم. آقای جابری کلی منتظرتون بوده، کار واجبم باهاتون داشت. بعد آره خیلی واجب. آره واجب؟ مأموریت؟ دیگه نمیدونم دیگه. کارش چی هست حالا کارش؟ اوه. باش بابا. نگفت کارش چی هست؟ نگفت چی کار داره، فقط گفت کار واجبی داره. بزن اینو. خب میگفتی. آره خلاصه همین دیگه، بالاخره حالا این اومده نمیشه دیگه. خب الان کجا سای جابری کار واجب داره؟ رفته پایین جلسه. جلسه هست. جلسه؟ یعنی چی؟ بابا کار واجب داره، من پاشتی رفتی جلسه. آره با هم دیگه پرو نشه حالا دیگه. خب همینه دیگه، با ما یا کار واجب دارن یا کار فوری. بله. سلام علیکم. سلام آقای دادی. آقا سلام. آقا خوبی آقا. دامادای گل من چطورن؟ بعد دیگه شنیدیم داریم تشریف میارید، با ما کار مهم دارید، خوشحال هستم. در خدمتتون هستیم هر امری باشه. گم شما بر. غریبه ها بیرون، جلسه خانوادگی ها. غریبه ها بیرون. با دامادا. غریبه ها بیرون. غریبه ها گفتن بیرون. جلسه. غریبه ها بیرون. بفرما. شما هم بفرما. غریبه ها بیرون. بفرما. غریبه. شما. باش گم شو. غریبه شما. بفرما. ما غریبه نیست. برو بیرون. برو بیرون. آره. تو چرا نشستی؟ غریبه ها رو آقا بیرون. باش گم شو برو بیرون. لک لک. بله. تو چطوری عزیزا که دل من؟ نه آقای کوروش، ببینید من گاز اینو که پر میکنم یه صدای قیجی هم موتورش میاد. خب این صدای قیجی چیزی نیست، اینو باید ببرین تعمیر، یه تنظیم موتور میخواد. من به هر حال فکر میکنم شما تو رالی بانوانم میتونین شرکت کنی دیگه، اگه میخوایم بیاین دیگه. ماشی میگم که بیا بریم شرکت کنیم، رالی کبیر خیلی خوبه. نه نیز من امروز تو باشگاه کلی شاگرد بادی بیلدینگ دارم، نمیتونم. بیا بریم. نه آقای کوروش ساعت چنده؟ ببخشید رالی ساعت 12 رالی آقایون اونجا هستش دیگه، 11:30 هم رالی بانوان اونجا استارت میخوره. خوشم باشه. خوشم باشه بابا. خانم چرا نمیذارین به کار زندگیش برسه؟ مگه میکانیکه؟
ولش کنین بابا، بریم به کار زندگیتون بچسبین. آقای فیروز خیلی زود عصبی میشین همتینیا. یه مشکل کوچیک داشت آقای کوروش، لطف کردن فقط رفعش کرده، کار خاصی که نکرده. یعنی چی بابا؟ این خودش کار زندگی داره، بس سر کار زندگی خودش بشه. میگم که آقای پیردوس ببخشید، خیلی خوبه که شما زن ندارید. نه به خاطر اینکه انقدر رفتارتون غیر رمانتیک و خشنه که خانمتون دق میکردن. خانم من دق میکنه؟ بله من خشنم. بیا بریم بابا دنبال کارتون، ول کنید دیگه، بذارید بچه‌ها به زندگی. مگه میکنین که سریع شما چرا انقدر چیزه؟ شما خیلی خشن نیستی؟ مهربونی؟ شما کجات مهربونه؟ ببین کوروش، دست از سر من وردار، برو بچسب به کار خودت، بی خیال این رالی بشو. نمیشه یاور، ساعت 12 استاد میشه، باید استارت بزنم برم. کوروش ول کن، برو میگم بچسب به کارت. بابایی 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 من چی بگم آخه پسرم، این مهربونی تو، این اخلاقت منو کشته. ببخشید، یعنی آقای پیردوستو دور بزنی؟ بله، یک کانالی زدم، میخوام نمایندگی صوتی تصویری را تو کل منطقه بگیرم، میخوام یک کارتل خانوادگی را بندازم. کارتل خانوادگی؟ بله بله، من و شما و دوتا دخترام کارتل خانوادگی را بندازیم. بله. صوتی تصویری را استادش میکنیم. بله. دادی جان، وقت چجوری؟ یعنی تو کدوم منطقه؟ تو کل منطقه فرمودن. یکی هم باید انتخاب بکنیم برای این قضیه. یکی انتخاب بکنیم برای این قضیه؟ بله، یکی انتخاب بکنیم که سوری باشه. آها، همه چیز به اسم اون باشه. بله بله، کارکنای منچولبا نمیتونن که به اسم اونا باشه، بعدن پاشون گیر میفته، خوب نیستا. بله. این قضیه اینقدر پیچیده شد که اصلا من نمیفهمی؟ آی کیو، چرا نمیفهمی؟ الان دلی ممکنه یه بار دیگه توضیح بدیم؟ یه بار دیگه چقدر آخه شما خنگه؟ بله میگم یک نفر سوری انتخاب میکنیم. بله. همه چی به اسم اونه. بله منتها سودش به جیب ما میره. آها. یعنی چی؟ به نام او، به کام ما. الان گرفتم چی؟ گرفتی؟ الان گرفتم. بله اینجوری ها. حالا قربان، وقت کی این آدمه کیه که سوری باید انتخاب بشه؟ زاهد؟ آدمه باید چیز باشه، یکی باشه که هم از خود ما باشه، هم از خود ما نباشه. در واقع یعنی چی هم از خود ما باشه، هم از خود ما نباشه؟ یعنی که هم از خود ما باشه، هم از خود ما نباشه. همون یکی انتخاب شاید دیگه. نه کوروش چطوره؟ کوروش نه بابا، کوروش الان داره میره رالی، امروز 10 روز دیگه هم بر نمیگرده. اوکی، همون کوروش انتخاب خیلی خوبی هستا. کوروش هرچی باشه، این پسر او مارمیلکه، از خودشون به خودشون میزنن. زین کردم به جان تو اردل، زین کردم که این پیردوست پوزش رو به خاک بمانه. دادی جان، من میگم که چی میخوایی بگی؟ عجله نکنیم، فکر نکنیم، سر فرصت یه آدم دیگه پیدا میکنیم دیگه. سر فرصت چرا؟ من میخوام امروز که را بندازم یک قضیه را، مجوزش هم میخوام بگیرم. پاش برو بردار بیار کوروشا. کوروش آخه اجازه، آخ کوروش آدمه آخه. کوروش رو برو پاشو بردار بیار. جفتتون میرین، اگر کوروش رو نیاوردین خودتون هم دیگه نیاید منچول با. پاشون برین. پاش بریم. صبر کن بابا. باشو. من میخواستم پیشنهاد. تو غلط کردی که میخواستی پیشنهاد بدی. مگه نمیگم برو دنبال کوروش؟ بله بله چشم. فقط من یک به... گمشو! بابا یه دفعه یه کاری کن، ما حاصل دسترنج خودمونو بخوریم آخه عزیز من. آره بفرست بیاد، بفرست بیاد همه خر این شما خیر. آره خدا به آهو کمکشون کنی. کوروش باید بری. کجا؟ باید الان سریع، اصلا رالی رو تو فراموش کن. آره. مگه میشه من برنامه ریزی کنم بری سر من عزیزم. کار دارم. رالی رو فراموش کن، باید بریم الان منچول با. بله، الان باید بریم منچول با. پای یه لقمه چرب و چیلی و پوله، کلی پوله، چرا نمیفهمی؟ چرب و چیلی، من باید برم رالی. چرا؟ یک ماه برنامه ریزی کردم. آقا جان، ما ماموریت داریم. چی هیچی. اصلا بیا بریم ماهیگیری. میری ماهیگیری صفه حالی به حولی، حالی به حولی. چرا نمیفهمی؟ یاور پدر بفهمه استادتون میکنه. نه هیچی نمیشه. بگم ماهیت بیای. کارمونو میکنیم،
بعد میریم ماهیگیری. آره اذیتم نکنیش کن. باید بیای بریم راهی. من هیچ جا نمیام از اینجا، هم تکون نمیخورم. باید بیای بریم منچول با کارگیره گفته. منچول با چیه؟ حتما باید می حتما میبریمش. حتما میبریمش. چه جوری؟ بذارم اینو داشته باش. نه نه کاشو بید. ای بابا بل ای بابا نمیخوام. بشین حالا بکردن نمیخوام. من فقط به رالی نرسم. اردل آقای جابری سلام علیکم، این کوروش رو آوردیمش. دادی جان، یعنی اگر من به رالی نرسم خدا به سر شاهده من چولبات رو سرت خراب میکنم. بابا جان بیا پیش خود، من خودم تو رو میبرم رالی. بابا جان بیا بغل بابا اینجا بشین پیش من، پسر بابا پسر گل من. بیا بابا جان برش داریم بیارین. بله بله. الو بلم کنه. باشه همینجا هم گوشی گوشی منیج گوشی اینو برد و بر صداشو خم باشه. بلم کن بهتره بری. الو منیج سلام خوبی؟ اینجا بابا جان. آره بابا من بیار بشونی. من تو منچوبا هستم. آره چطور؟ آره آره. آها بیا اینجا پسر من. خب کوروش کوروش من ما کوروش نه کوروش اینجا نیست. نه منو بامشاد منچول با هستیم. کوروش مامانش نزن. من باید برم رالی. صدای کوروش می کوروش نیست با گوشی. بابا یه دقیقه صدای اونو خفه کنین میفهمه. کوروش اینجا نیست که. نه نه صدا... بابا برم رالی بگیرش. صدای بامشاده. این صدای بامشاده. کوروش کجا؟ کوروش اینجا نیست. میگه تا کوروش اینجا نیست. ساکتش کنین اونو. کوروش اینجا نیست. نه ای خدا کوروش اینجا نیست. نه پاستیل بابا کوروش اینجا برو اون. آره افکم سعید اصلا پاشو برو برای پسر من یک دونه شکلات وردر بیار اینجا. پاشو پاش گم شو. شکلات بیا اینجا بشین بابا. نگاه یه رالی بازی کنیم. رالی داره. نگاه باریکالا یه رالی بازی کنیم. پاستیل بابا بیا. اردل بگو که آقای کوروش اونجا چی کار میکنه لطفا. الو الو موشی قطع کردش اردن. بعد وقت آقای کوروش هم اونجا بود بر خودش. منیز مگه این آقای کوروش قرار نبود تشریف ببره رالی؟ همون دیگه، منم بر همین شک کردم به خاطر اینکه منچول با چیکار داره این آقای کوروش بر خودش. آقای کوروش فقط یک جا میتونه با شوهرای ما بره. اگه گفتی اونجا کجاست؟ ماهیگیری؟ بله ماهیگیری. منیت اینا برنامه ریزی کرده بودن که امروز واسه خوششون برن ماهیگیری. موشی واقعا تمام اون رالی و این چیزا یک بهانه بود نه؟ اون وقت تو تصور کن این آقای پیردوس میاد وای میسه داد میکشه میگه که شوهرای شما دارن پسر من از را به در میکنن، در صورتی که این پسر اوناست که داره شوهرای ما را از را به در میکنه. آره موشی از را به در میکنه. اصلا میدونی چیه؟ من الان تکلیف خودم با این آقای پیردوس یه سره میکنن. خب الان گرفتم که میگین چرا این کارا رو میکنین. کاری از هر شو شما امضا میکنم. ما بابا رو دور میزنیم استاد میکنیم بازار صوتی تصویری رو کجا رو امضا کنم؟ اینجا من از اول چی گفتم؟ گفتم تناکزه که به درد ما میخوره همین کوروش جانم. بارک الله بابا. بله کوروش. بله میگم تو ناراحت نیستی داری بابا تو دور میزنی؟ یه توضیحی من براتون بدم. من چون اصولا پدرمو با هیچی تو دنیا عوض نمیکنم، منتها چون این تو پول داره، یعنی پول کلونی تو این قضیه هست. حالا اگه بابا من بود منو دور میزد. پدر کو ندارد نشان از پسر. گرفتم الان چی دور میزنم. واقعا من تبریک میگم. ببینید دادی جان بهترین کسی که انتخاب باید میشد این هم یارو. بله انتخاب دادی جان. اصلا مروارید از دهنش بور پاش میکنه همین. داری گفتن که متن مدارک عالی هم باید امضا کنه. بله بله. ببین کوروش جان جانم یک سری مدارکی هست بابا جان که شما باید اینا رو امضا بکنید. بارک‌الله پسر گل بابا. آره ما شرکت ما توی دبی بابا چیز کردیم، افتتاح کردیم. میخوایم که دیگه صوتی تصویری رو تو کل خاورمیانه استادش کنه.
استاد کو بابا این پشتشه صاف کن این و این و بابا نمی کنه دیگه دیگه چی هست دیگه چی هست سفته هم گفتم سفته بعد امضا صاف کن این سفته کوروش جان یک سر سفته هم هست بابا اینا رو اگه امضا بکنی کار از مکم کاری اب نمی کنم من اینا رو امضا کنم یعنی بابا رو دور زدی نه بابا جان تو امضا کن دیگه چی هست دیگه چی نمید امضا کن چرا اینم هست بعد امضا کن صاف کن ایزن بادم زمینیه بابا اونا رو امضا کردی بیا اینم امضا کن کارم مکم کاری اب نمی کنم آره اینم امضا کن قربونش برم دیگه حله دیگه ما الان در واقع شرکتمون الان چی چی شده دادی از همین الان قرق افتتاح شده واقعا یعنی بزرگتر این صوتی تصویری وای بله اون وقت این چیز بعد باشه بعد چیز باشه چی باشه محرمانه باشه محرمانه بعد باشه بزن قدش یعنی اصلا موضوع بعد سکرت سکرت چه خبره؟ بله بله چرا اینقدر شلوغش میکنه این دوتا موسا کوتقی؟ باید سکرت باشه این قضیه سکرت باشه کارتل خانوادگی را افتاده گرفتم الان چی میدونست بچه بفرمایید تحویل بگیرید جناب آقای پیردو بله برای اینکه شوهرای ما کوروش شما رو از را به در نمی کنن بعد کوروشه که داره شوهرای ما رو از را به در می کنه بله آقازاده جناب عالی شوهرای ما رو اخفال کرده برداشته بردتشون ماهیگیری ولی من نداره ولی منم بی ولی من بله ولی من بی ولی من به خاطر اینکه کوروش شما داره شوهرای ما رو نابود میکنه و میبره ماهیگیری جناب آقای پیروس ما شوهرامون از سر را به دست نیبردیم که همینجوری ولشون کنیم کنیم بابا خانم یه ساعت همینجوری از خودتون دارین هر چی از دهنتون در میاد دارین میگین یعنی شنی پسرم نرفته بود رالی نه خیر ماشینشون دمه در پارک آقای پیردوس و تمام ماجرای رالی یک بهونه بوده بله یعنی چی من خودم حساب کوروش رو بنستم شما بریم به زندگیتون برسیم به این کارو کار نداشته باشیم متاسفم آقای پیردوس چون این دفعه مسئله با دفعه قبل فرق میکنه این سری دیگه باید درست حسابی حل بشه خانم گفتم شما بریم به زندگیتون برسیم مسئله کوروش به من مربوط میشه به شما هیچ ارتباطی نداره بفهمید شما بریم به شوهراتون برسیم نه خیر این دفعه دیگه خیلی به ما ربط داره و ما خانم کچلم کردین گفتم بریم به زندگیتون برسی خانم بریم دیگه خیلی خوب برو منت پسر بزرگ کردم زنگوله پای تابوتم باشه صابون شده کپ صابون شده رفته تو چش خودم داره میسوزونه سلام علیکم شما مثل که قرار بود بری رالی ها چی شد؟ رالی دیگه تموم شد ما قرار شما رو دور بزنیم ببند دهنتو ببند دیجت کالی ما رفته بی ماهیگیری سفر خیلی آجا ماهیگیری رو که خبر دارم خبراش به گوشم میرسه من فقط میخوام به شما دوتا یه چیزی بگم اردل بام شد بابا چی میخوان از جون این پسر من؟ دست از سرش وردارین من که نمیتونم جواب زنای شما رو هم بدم میخوام بریم خرید خود زنای خودتون برین همه زناتون رو فکر میکنم همه تحصیل زیر سال به زن منه شما خودتا عصبانی نه توضیح میدیم براتون ما چه توضیح میخوای بدی؟ من برای آخرین بار بهتون بگم به شما دوتا مخصوصا دست از سر این کوروش بر ندارین از این فروشگاه آویزینتون میکنم برای عبرت بقیه حالا گفته باشم بس خیلی بردادم اتحادیه میبینم شب کنم با اجازتون ببخش خب به سلام ببخشید آیستو بینم کورو بله چی در گوشتی هم میگفتم به آها یاور این یک قضیه مردونیه یه که استاد میشه بین ما قضیه مردونه استاد میشه ما ماجرا چیه مارمولک بازی در نیار در گوش هم چی میگفت بابا گیر نده دیگه یک ماجراییه که خیلی 100% یعنی باید محرمانه بمونه محرمانه بمونه کاسبی یعنی ببین کوروش دست از این مارمولک بازی در نیار ببین تابوت که مادر خدا بیامرز زنده بود من از دست اون میکشیدم حالا نوبت توئه پای مادر خدا بیامرز منو وسط نکش به اون خدا بیامرز چیکار داری ببین پای اونو میکشم وسط پای همه رو میکشم وسط همین کارا رو کرد که طلاقش دادم تو هم تیر از تیر طایفه همون زنی دیگه طلاق؟
بابا نه. طلاق دادی؟ نه. مادر منو طلاق دادی؟ نه بابا، کوروشان داغ بودم، یه چیزی از دهنم پرید، یه چیزی گفتم. آقا بدیم بچسبیم به کاسمون، بیا بریم آقا جون. بیا بریم بچسبیم به کاسمون. طلاق؟ مادر؟ آسابینه؟ ول کن بابا، دیگه نفهمیدم یه چیزی از دهنم درف، عصبی بودم دیگه. شما یه دفعه دیگه جمله آخرتو بگو. کوروش جان گیر نده، من عصبی بودم، اوقاتم تق بود، حالم روبرا نبود، یه چیزی رو پروندم گفتم دیگه. آره جدی نگیر دیگه. شما مادر منو طلاق دادی؟ کوروش جان نه، مادر تو بچگی تو از دنیا رفت، خدا بیامرزتش. پس چرا من یه بار تالا سر خاکش نبردی؟ ده همین دیگه، ببین اون تو ایران که فوت نکرده که. پس چرا تو تالا یه دونه عکس از این خدا بیامرز به من نشون ندادی؟ بابا اون همه عکساشو جمع کرد با خودش برد، عکس اینجا نذاشت برام. خب پس همین بابا خودش برد مرده، مگه عکس به خودش میبره تو خاک؟ کوروش گیر نده پسرم، میگم نه، میگم نه. اصلا میدونی چیه؟ شما داری به من دروغ میگی. اگه شما به من راستشو بگی، من میگم با این اردل و بامشاد داریم چی کار میکنیم. خب اولشو من بگو. مثلا میدونی چیه؟ ما داریم یه کارتل صوتی تصویری را میندازیم تا اینکه تمام صوتی تصویری را به خاک سیاه بشونیم. مادر من چی شده؟ راستشو بگو. تو چی گفتی؟ یه دفعه دیگه بگو. ما داریم شما رو دور میزنیم. مادر من چی شده؟ طلاقش دادی؟ چپ کن بینم، تو یه الف بچه داری منو دور میزنی، بابا تو دور میزنی، تو میخوای منو اندون خوردن بندازی؟ چیکار کردی مادر؟ اصلا خوب کاری کردم، طلاقش دادم، اصلا فوت نکرده. گوش من، طلاقش دادم، تو هم عین مادرتی، مادرت هم عین تو. خیلی هم خوب کارم کاری کردم، طلاقش هم دادم. مادر من طلاق دادم. خیلی خوب کاری کردم، طلاقش دادم. کسی نی به درد دل صاحب برده من برسه. مادر من زنده است. بس مامانو مامان دوست دارم. قش استاد یار. کوروش جان، کوروش، کوروش بابایی، بابا مامانت با من. کوروش جان مامانت من، بابا با من. نه اینا کوروش چیزی گفتم نفهمیدم. کوروش جان عرض کنم خدمتون که ما با این کارتل صوتی تصویری خانوادگی میتونیم خاورمیانه رو چیکار کنیم؟ بتر کنیم. منتها این قضیه چیزه، یعنی دادی گفتن که خیلی سیکرت و اینا، کسی نباید به بیرون درس کنه، کسی نفر بابا هم نباید. کی سیکرته؟ بله؟ کی سیکرته؟ کی سیکرته؟ نه پدر جا شما شنیدی ما چی گفتی؟ حالا کارتل واسه ما رو میدادی؟ بله؟ حالا دیگه واسه ما کارتر هم دادی؟ بله پدر جانم، از خود به هر حال. حالا از اینجا به بعد دیگه کسی نباید بفهمه. واو من میمیرم واسه یه کارتل خانوادگی صوتی و تصویری. وای چقدر رومانتیک، یه کارتل خانوادگی رومانتیک. ببخشین این کارتل کجاش رومانتیکه؟ خب چیز دیگه ببینید نیست، خانوادگیه، میشه همون رومانتیک دوره هم. گرفتم الان چه معنی جان من. یه دقیقه دست از این رومانتیک بازیات بردار، بذار ببینیم کجای کاریم. آقا به نظر من خیلی خوبه، ما میتونیم بازار صوتی و تصویری رو بهتر کنیم. بهتر کنید؟ حالا خیلی تون نرید مجد خانم، به هر حال ما تازه اول راه هستیم. اولی راه چیه؟ دادی همین امروز قراره بره یه سری جنس از گمرک ترخیص کنیم. خیلی خب حالا تو هم میشنوه الان. من از ته میخوام. بله؟ من از ته میخوام. بله پدر جان بذارید این کار حالا راه بیفته، جون بگیره، شما هم شریک میکنیم. خیلی خوب، حالا شما نگران نباشید. بله سلام علیکم آقای پیردوست، خوب هستین؟ چی شده؟ کوروش؟ کوروش؟ ای بابا چی شد؟ به دادم برسیم بابا، پسرم از دستم رفت. چند فشارشون پایین افتاده. من میگم قندشون رو بده پایین. من میگم یکی یه لیوان آب قند درست کنه بده آقای کوروش بخوره. بابا چرا داری شلوغش میکنین؟ من نفهمیدم، از دهنم در رفت، یه چیزی بهش گفتم حالش بد شد دیگه. خب چی گفتی حالا چیه؟ بهش گفتم بابا مادرش نمرده، طلاقش دادم، حواسم پرت شد، دهنم در رفت دیگه. معذرت میخوام، مادر کوروش نمرده شما طلاقش دادی؟ آره دیگه بابا نفهمیدم، کاش که زمونم لال میشد اینا بهش نمیگفتم دیگه. خیلی اشتباه کردم. یعنی شما همه چیو بهش گفتیم و مادر آقای کوروش واقعا نمرده؟ کوروش تمام این شب بهش دروغ گفته بودی؟ یعنی مادر کوروش زنده است؟ یعنی چه میدونم بابا، اعصابمو خورد کرد، دهنمو وا کردن، همه رو بهش گفتم دیگه، چه میدونم. همیشه احساس میکرد که موقعی که تو خنداق بوده مادرشو از دست داده.
کوروش یعنی مادر کوروش واقعا زنده است؟ آره آره آرده مثل همون فیلم هندیه میمونه نه کوروش آره آره اون فیلم هندیه رو من دیدم که مادر رو دستش شناسه میکنه عجب فیلم قشنگی بود بل کن حالا تو هم تو این هاگیر واگیر بابا جان بعد یه کاری کنیم اینو بابا جان من یه دکتری یه چیزی اینه به یه جایی برسونه به چالش بده آقا کیروس من میگم ببریمش خونه یه ذره آب بپاشیم تو صورت شاید به هوش بیاد چه دیر شدی خوش من میگم که این همه سال خوب این آقای کوروش بیچاره نمیدونسته که مادر داره و شما چطور دلتون اومد که اینجوری کل آقای بیرون خب یعنی تو تمام این سالها که مادرش نمرده زنده است مادرش زنده است بابا من از دهنم در رفت اشتباه کردم چرا طلبش نگفته بودید آقای دیدوس من میگم این حرفا رو بذاریم کنار بابا به داد این برسیم اینقدر این حرفا نزنیم یه کار بکنیم این حرفا شما یه فکری به حال این خانمت بکنه هی را برا تو بغل من قش بکنه قش کرد دوباره بابا شما بابایی بله سلام ددی ددیه ددی آقای کوروش ای وای حالش بد شده بیهوش شده خب شما دو تا خرچوشک کجا چه لعنتی داری میکنی بابا اون برگ برنده ماست همه زندگی ما دست اونه چی زده بچه مردم ناکار که چی شوک احساسی آخه من از اوجاتون تکون نخورین تا من خدا منو برسونم دو تا جلوک نفهم من جنسای من توی گمرک خوابیده اون وقت شوک احساسی دادم به بچه مردم خورده حالش بد شده بیهوش شده من چه کار کنم از دست این دو تا نفهم بس کن شما رو من حواستون باشه تا من برگردم بله بله خدا من چه کار کنم از دست این دو تا پیش بود آخه پیدوز این چه کاره بده چرا درو چرا 25 سال به این طفل معصوم درو گفتی تو آخه آخه شما چطور دلت اومد به این جوون بینوا این کارو بکنی آخه من تنها چیزی که میدونم اینه که این آخر بیمعرفتیه این آخر بیمرامیه این اند سنگدلی و بیرحمی آقای فیروز مامان بله واقعا میبینی مامان میگه آدم جگرش کباب میشه گفتم جگر حواس یه چیزی دیگه کرده مادر کارت بخور و شکم توی هاگیر وگیر بذار ببینیم چی کار میکنیم الان مادر بله آقای پیروز شما با این کار تو تمام پروانه های دل پسرتون رو پر پر کردی حالا بس دیگه این چیزا دکتر رفیق من است پارسال تو برج خودم یک واحد بهش دادم به کارش وارد به هوش میاره بچه ببینید آقای این شوکی که به این جوان وارد شده شوکی احساسی بوده بعد جوری حالش گرفته حالشو گرفته؟ یعنی چی حالشو گرفته؟ یعنی خوب حالشو گرفته دیگه خیلی بد بوده شوکش خب حالا چی کار باید بکنی؟ دوباره باید هیچ دوباره یه شوکه دیگه بهش وارد کنین منتها تشنجش بیشتر از قبله باشه شوکه قوی تر از قبله باشه بهش بده چقدر میشه پولشو من میدم برای ناصر خسرو میدی بچه برو دادی شوکه خریدنی نیست شوکو باید بهش بدی باره. یعنی این که باید یک اتفاقی دوباره پیش بیاد که اون شوک دوباره به این آدم داده بشه یعنی دیگه من نمیدونم چه یعنی این که باید اون حس رومانتیکی که این آقای کوروش داره رو با تنفس مصنوعی زنده کرد منی من دقیقا باید چی کرده چی کار باید بکنیم آیه موتر باز منظورش مادر به یه شما متوجه نمیشین این مادرشو میخواد این صدای مادرش بشنوا آروم میشه آخه صدای مادرش بشنوا آروم میشه آروم مادرشون کجا کجا فیردوس کجای مادر شما رو پیدا کن بردن بیار بالا سرمایه من روی هوای دل من برای این بچه ها میزوزم بابی جان ما 25 سال پیش هم جدا شدیم خبر نداره من از آقا که آقای پیروز چطوری دلتون اومد این کارو بیرم حالا خیلی خب من ایزا حالا توی هاگیر وگیر ول کن تو هم خب چیکار کنیم الان آخرین خبر آدرس چیزی تلفن من یه آدرس از ایشون 6-7 سال پیش داشتم دیگه هیچ خبری نداره خیلی حالا من آدرس همه دارم دو تا برم برش دارم بیارم آخه ببین آقای پیردوس آخه الان بده آدرس هم بده برم مادر رو مادرش به اسپانیایی گفت چیکار کنی بده آدرس بده برن اینا بابا وای ساده من نگاه میکنم بابا بهتر بهتر مادر ایشون رو پیدا کنی چون حالش خوب شه بده بگیر آدرس بگیر برن مادر نه نه مادر مادر بزاری کشم بابا
پلاکم که همینه. میگم عجب، میگم تو در بزن یه جوری بگو بشو. خیلی لحظه عجیبی، حساب کن یک مادر و یک پسر بعد از 25 سال هم دیگر ببینن. مادر من استراب دارم خیلی، من الان گریم میکنم. عجل من نمیتونم بگم، من این دلم پر احساسه، نمیتونم گریم میکنم. تو این کارو بکنم. نه من فوری گریم. تو بامشا تو این کارو بکنم. شما دوتا اینجا چیکار میکنی؟ تو خونه هم دست از سر ما بر نمیداری؟ بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ ما توضیح میدیم خدمتون. زنی نزدی چجوری فهمیدی؟ میفهمه، این تیزه دیگه بچه، تیزی. شما خوبی؟ خوبی؟ من میگم که فکر کنم که مامان آقا کوروش با آقا اسی ازدواج کرده. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ نه هیچی بابا، من فقط میخواستم یه لحظه خانومتون منزل تشریف دارن. بله؟ نه یه سو... نه اجازه بدید. آقای من توضیح میدم. من توضیح میدم. خانم شما یه پسری دارن که در البته ازدواج قبلیشون این بچه رو داشتن. بله، بعد میخواستیم الان یه لحظه شما خانومتون رو بگیم بیاد در موضوع حل میشه. نه، مربوط به ازدواج قبلی خانومتونه، چون یه پسر. چی داری دری وری میگی؟ این میگه چه تا حالا جرأت نکرده به من تهمت بزنه. بابا این واجعه. بله، بابا من چی کار کنم؟ چی نیستش؟ من منظور من اینه که ما چی میخواستیم؟ چی بگیم؟ ببینید سوزا پدر طلاق که بچهای مردم رو به روز بندازم. دری جان خودشون که این خیالشون نیست از هم جدا میشن، هر کدوم میره یه وری. ای خدا منی چانم. آقای فیروز، این پسر بیچاره فقط سر شما احتیاج به نوازش های مادر داره. نمیفهمه. چیکار کنم؟ پسرم داره از دستم میره دکتر. یک کاری بکن دکتر. هیچ کاری نمیتونم. کجا شدن این دوتا کوترو؟ یک ساعت رفتن. آقا شما زخم دل من زیاد نکنین، نمک به این زخم 25 ساله من نپاشین. یک کاری بکنین تا بچه به هوش بیاد. تو بعدا تشنج کرد. تا تشنجی بعدی نیم ساعت بیشتر وقت نداری نه. یعنی 30 دقیقه. ببخشید. چی شد؟ بچه دست خالی اومدید. بله، ما متاسفانه مادر کوروش رو پیدا نکرد. یعنی رفتیم همون آدرس مونجا. گفتن 7 سال از اینجا رفته. بله. رفته. کجا رفته؟ ای خب بام شد بالاخره هر جایی که رفته باشه یه رد یه چی از خودش گذاشته. نیم ساعت بیشتر ما وقت نداریم. من حالا توضیح عرض می‌کنم. کجاست؟ انا کل قش می‌کنم. نه تو قش نکن، من همه چی رو میگم. تو قش نکن. چیزه، ما مادر کوروش رو پیدا کردیم. بله. کجا؟ مادر. کجا؟ 7 سالی که از ایران رفته. از ایران رفته؟ خب پس شما چه غلطی می‌کردی؟ دادی جان موضوع مال 7 سال اصلا به ما چه؟ اون از ایران رفته، موضوع مال 7 سال پیش. ما چیکار کنیم بابا؟ الهی مادرش بمیره و به این روز نبینه آقای کوروشو. باباش بمیره. من میگم که حتما باید مادر خودشون باشه حالا. یعنی چی؟ یعنی که همین یه چیز باری کلا همینه که گفت، همینه که برین یک خانومی پیدا بکنی برداره بیاره بگه این نهنه تو هسته تو دهوش می آیا. دادی جان پام میفهمه بابا بدتره. من جنسای من مندت این حالش بده بابا جان. دادی چون این یک مورد امرجنسیه، من یک پیشنهاد خیلی خوب دارم. عمه ملک صاحب کنی ببینی، من از این کارا قبول نمی کنم. بی خودی هم اصلا. شما که هنوز نمیدی چه عمه ملک برو عمه ملک بردار بیار. دادی جان عمه ملک کیه؟ اون بیاد این میفهمه مادرش نیست، بدتر میمیره. عمه ملک میگه مادر آقای بچه جان این مادر تو از دایی حالش خوب به این جنسای من حال این خوب بشه. بعد حالا یک فکر هست میکنه. آقای جا بری بی خودی نیاد. ای خودی که من مادر این قضیه فهم مادر خودش باید یه نموره قصه میگرد. شما چی میگی آقا؟ من میگم مادر خودش باید بیاد، کسی نمی ملک و اینا چون آقای فیروز اجازه نمیده. ما از کجا گیر بیاریم؟ یکی رو گفتم وردار بیار که این حالش خوب بشه، بعدش حالا یک فکر میگرد. برو بمیر بابا. بله، برو بمیر بابا. قش کنه، قش کنه. بچه های شدی خب برو همه ملک وردار بیار. Thank you.
بله خیلی یکم عجله کنین. آخه باید چرا با این عجله؟ بالاخره من نفهمیدم قضیه چیه. چیزه، همه چی براتون روشن میشه. ما داخل که بریم براتون توضیح میدیم. اگه آروم وایسادی یه دقیقه. من داره حالم بد میشه. بله. آخه میدونین دکتر به من گفته که اصلا استرس چی برام خوب نیست. آها استرس. شما همش دارین به من استرس وارد میکنین. بله خیلی نه هیچی اصلا هیچی. چرا اینجوری من همه جون حرف میزنی؟ بنده خود استرس میگیره. شما بفرمایید داخل. ددی همه این ماجرا رو براتون توضیح میده. بله توضیح میدن. باشه باشه اون که هزار بار گفتین. بله بله. فقط این منطقه چقدر خوش آب و هواست. زمین اینجا متری چنده؟ زمین اینجا متری چند؟ یک پسری بی مادری اونجا داره میمیره. شما زمین متر میکنین. بفرمایید من بعداً تمام این مناطقو نشون میدم براتون میخریم. اصلا همه شما الان میخوام داره میمیره. چی داری میگی؟ داره میمیره. بله. مگه من دکترم من آوردین اینجا؟ فقط همین. باید بگم پسرم من مادر دستم. بله بله خواهر جان شما فقط همینا بگو. من فقط میخوام که این زبان بسته به هوش بیاد. بله بله. وای چه رمانتیک. میدونی مثل چیه؟ مثل مامان بازیناه. بله بله یه چیزی تو همین مایه هاست. شما ما فقط باید یه شوک احساسی دیگه بهش بدیم. عمه جونم داستان اینه که ما میخوام یه دونه کارتل صوتی تصویری بزنیم بعد همه کارمون لنگ همین پسر است که بیهوش شده. بله 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 شما میتونی چون واقعا مادری رعوف و مهربان هستی. بله ولی من فکر نمی کنم بتونم این کار بکنم. عمه جون یادتون نیست وقتی مادرمون نبود شما برای ما مادری میکردی؟ خیلی رومانتیک. باید بله. اون فرق میکرد، قضیهش یه چیز دیگه بود. حالا این پسر من اگه رفتم بالا سرشو به هوش اومده یه چند تا سوال کرد و نتونستم جواب بدم چی؟ و همه چی رو میفهمه. نه خواهر جان من، ما با پیردوس صحبت میکنیم، اون سوالایی که ممکنه بکنه جوابش از پیردوس میگیریم که تی سه نشه. ددی جان این پیردوس قاطیه ها، یه وقتی دی گفت اصلا این عقل درست حسابی نداره. بله همینجوری. آقای پیردوس هم دیگه شورشو در آورده باهم شده. همینجوری نمیشه، اگه بهش بگی اصلا خیلیش بد میشه. نه من میگم این آقای پیردوس شورشو دیگه در آورده. ما داریم تمام این کارا رو میکنیم که پسر خودش به هوش بیاد. نه آخه من بعید میدونم اون اصلا همکاری بکنه برای اینکه دیگه چه برسه به اینکه بگه. درگیری و آشوب. آقای فیردوس یه لحظه صبر کنیم، ما یه ذره کارمون مونده، یه لحظه صبر کنیم. اینه که این استرس و اینا خیلی وارد میکنه، شما اصلا مواظب خودتون باشید. بله من حالا به دکتر بهم گفته اصلا استرس برام چی خوب نیست. نه نه اصلا ببینید هیچ استرسی نیست، ما فقط میخوام یه کار انسان دوستانه بکنیم. بله استرسی در کار نیست. آقا یه درگیری ببینه بچه من داره از دست میره. شما جمع شدین اینجا واسه خودتون جلسه گرفتین؟ ببین من گفته باشم اینقدر جریان و در را گفتگو حل بشه. بله سلام عرض میکنه. ایشون مادر باشین عمه خانوم هستن؟ بله آقای پیروز فقط اومدن ما رو ببینن. همین خیلی لطف کردن، خیلی لطف کردن. عمه خانوم من خیلی خوشحالم شما رو دیدم. شما مادری کنین در حق کوروش. این پسر منو از این حالی که داره از دست من میره یه جوری نجاتش بدین. آره بعد یه سری مسائلم هستش که من به خاطر اینکه یهو کوروش حواسش جمع بشه و شما سوال کنه گیر نکنین به شما میگم یه مسائلی رو. ضمناً یه سری مسائل دیگه هم هست که من بهتون میگم که بعداً مفصل دربارش صحبت میکنیم با هم دیگه. آره قربونه. من خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. چیزه چرا جمع شدین اینجا؟ میگم بریم بابا به پسر من برسیم. چرا موات زد بیرونه؟ نه اشتایر شد. بفرمین به کوروش برسیم. به تو فضولی تو قرار